سلام، پاشا هستم، در خدمتتونم با درس اصول بازاریابی. حتما همتون تعریف‌های مختلفی از بازاریابی تو ذهنتونه. یه سری بازاریابی رو یه جاهایی شنیدین، در موردش هر کدومتون یه طور مختلفی فکر می‌کنین. اما واقعا بازاریابی راجع به چی صحبت می‌کنه؟ چه اصولی داره و چه چیزهایی رو مورد تأثیر قرار میده؟ با هم دیگه در طول این کورس متوجه میشیم که چی هست و چطوری کار میکنه. یه اصطلاحات غلطی در مورد بازاریابی در ایران وجود داره و یه تعبیرهایی وجود داره که شاید اونطور که درخور این علم بزرگ هست نباشه. بازاریابی همونطور که میدونید یا شاید در مورد شنیده باشید، علمیه که در جاهای مختلف دنیا بسته به فراخور این که تو چه صنعتی چه شرکت‌هایی دارن با همدیگه رقابت میکنن و چه اتفاقاتی میفته تعاریف مختلفی داره. در ایران در سالهای گذشته به اشتباه در یک جاهای استفاده هایی ازش شده. مثلا شما همتون شاید شدید که میگن ما نیاز به یک سری بازاریاب داریم، شبیه همین آگهی که اینجا میبینید، که در حقیقت تعاریف اشتباهی است از کلمه بازاریابی. تعریفی که ما تو ذهنمونه و جزء تعریف های نوین علم بازاریابی هست در مورد اینه که شما در یک فرایندی، در هر شرکتی که هستید یا در هر کسب و کاری که مشغول به فعالیت هستید، با ایجاد ارزش برای مشتری و برقرار کردن رابطه مستحکم با اون، به طور مقابل از مشتری هم ارزش دریافت میکنید. به این تعریف دقت کنید. نکته‌ای که توش وجود داره و چیزی که خیلی واضح داره خودش رو نشون میده کلمه ارزش هست. یعنی اتفاقی که در بازاریابی میفته اینه که شما به عنوان یک مدیر بازاریابی در یک بیزینس، در یک کسب و کار، یک ارزشی رو برای مشتریانتون خلق میکنید و اون مشتریان هم اون ارزش رو دریافت میکنن و بعد به یه شکل دیگه ارزش رو به شما منتقل میکنن. یعنی کل بحث بازاریابی در مورد خلق کردن و انتقال ارزش و برگردوندن ارزش هستش. بریم جلوتر ببینیم که چه مفاهیمی توی بازاریابی وجود داره. یعنی توی این علم راجع به چه چیزهایی صحبت میشه. نکته اول، کالا و خدمات. شما همیشه برای بازاریابی یا روی بازاریابی تمرکزش روی کالا هست یا داره در مورد یک سری خدمات صحبت میکنه. پس لازمه که بدونیم که بازاریابی یکی از مفاهیمی که در موردش صحبت خواهد کرد کالا و سرویس ها هستن. نکته بعدی ارزش و رضایت هست. همونطور که تو تعریف قبلی با هم دیگه دیدیم، یکی از اساسی ترین چیزهایی که توی بازاریابی وجود داره اینه که شما بتونید ارزش خلق کنید و اون ارزش رو دریافت کنید. نکته بعدی ارتباط با مشتری هست. با هم دیگه میریم جلو و متوجه میشیم که چجوری بازاریابی سعی میکنه که ارتباط مناسب با افراد مناسب برقرار کنه. در مورد بازارها صحبت میکنیم، چجوری باید به بازارها نگاه کرد، بازارهای مختلف هر کدوم چه خاصیتی دارن، در مورد هر کدومشون چه چیزهایی مهمه و نگاه بازاریابی به بازارهای مختلف چی هست، و در مورد نیازها، خواسته ها و تقاضا هم صحبت خواهیم کرد. تعاریف مختلفی که حالا با هم یاد میگیریم هر کدومشون به چه معنی هستن و اساساً جزو اساسی ترین چیزهایی هستن که در بازاریابی وجود دارن. تا شما ندونید که چه نیازها و خواسته هایی توی بازار وجود داره، نمیتونید محصول یا خدمات مناسب برای اون مشتریان رو، برای اون نیازها و برای اون خواسته ها رو جواب بدید. بازاریابی با یه فرآیندی تعریف میشه. یک فرآیند کلی داره که شامل 5 مرحله است. 4 مرحله اولش شما هستید که دارید به سمت مشتری گام برمیدارید و در مرحله پنجم مشتری هستش که یک ارزشی رو به شما برمیگردونه و در حقیقت مشتری که سمت شما میاد. مرحله اول، درک بازار، نیازهای مشتری و خواستهاش. با هم دیگه میبینیم یک سری رویکردهایی وجود داره در کسب و کار و در مخصوصا بازاریابی، اینه که شما چه نگاهی به کسب و کارتون دارید. آیا تمایلتون به این هستش که ببینید در بازار چه خبر و بر اساس اون یک سری محصولات یا سرویس ها رو به وجود بیارید، یا نه برعکس یک توانایی خاصی شما دارید که میدونید در بازار به همون شکلی که شما بلدید اون کار رو انجام بدین یک سری تقاضا براش وجود داره. تو بازاریابی عموما شروع نگرش از بازار هست. یعنی میان و دقت میکنن به اینکه توی بازار چه اتفاقاتی داره میفته و چه نیازهایی
وجود داره. بعد از اینکه نیازها رو شناسایی کردید، مجبور هستید که یک برنامه، یک پلن خیلی در سطح کلان طراحی کنید که بهش میگن استراتژی بازاریابی مشتریگرا. و با این برنامه کلی که دارید، برید به سمت اینکه بتونید اون نیازها و اون خواسته ها رو پاسخگو باشید. تو مرحله سوم شما به جز یک نگاه کلی که به بیگ پیکچر کل داستان دارید، لازمه که کم کم یک برنامه عملی داشته باشید. یعنی بتونید دونه دونه چیزهایی که تو ذهنتون هست رو و نیازهایی که در مشتری تونستید پیدا بکنید، استراتژی براش بچینید، بیاید و با یک برنامه خیلی کلی اونها رو دونه دونه منتقلشون بکنید. کلمه ارزش ممتاز هم اینجا میبینید با هم دیگه تعریفش رو تو مرحله بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنید. بعد از اون شما این ارزش رو خلق کردید، وقتش که اونو به مشتری منتقلش کنید و در حقیقت زمانی رسیده که اون ارزش و اون نیازهایی که توی بازار پیدا کردید و یک راه حلی براش پیدا کردید، اونها رو به مشتری برگردونید. بعد از اینکه شما کارتون رو انجام دادید، نوبت این میشه که اون ولیو رو از مشتری کپچر کنید و شروع کنید به گرفتن و بازگردوندن ارزش هایی که به مشتری منتقل کردید. به عنوان مثال براتون مثال بزنم، در جاهای مختلف شما فرآیندهای مختلفی رو طی میکنید، کارهای مختلفی در داخل شرکتتون انجام میدید و تنها چیزی که از مشتری آخرش دریافت میکنید ایجاد سود هست و اون ارزش مالی هستش که بابت اون خدمات یا اون کالا از مشتری دریافت میکنید. پس این یک فرایند خیلی اند تو اند هستش که در مورد تمام شروع شدن در حقیقت فلسفه بازاریابی و با انتها در موردش صحبت میکنه. اما بیام یه ذره توی این جلسه یک سری تعاریف کلی رو از بازاریابی با هم دیگه یاد بگیریم. یعنی چه ترم هایی وجود داره توی علم بازاریابی، چه چیزهایی رو لازمه که با هم دیگه از اولش ست کنیم که منظورمون از این کلمات چی هست و چه اتفاقاتی توی کل علم بازاریابی به صورت کلی داره میافته. در مرحله اول بیایم بفهمیم که نیازها، خواسته ها و تقاضا چی هستن. یادتون باشه داریم مرحله اول رو با هم دیگه بررسی کنیم. توی اون فرایند که 5 مرحله داشت که اینجا بود با هم دیگه شروع کنیم، از مرحله اول ببینیم چه چیزهایی لازمه در موردش بدونیم. تعریف اول نیازها هستن یا needs که خیلی فاندامنتال و بیسیک هستن، یعنی چیزهایی هستن که در وجود انسان ها وجود دارن. یه سری مثال من براتون آوردم. نیازها میتونن جسمانی باشن مثل غذا، میتونن اجتماعی باشن مثل اینکه شما بخواید آزاد باشید یا تعلق داشته باشید به جامعه، و میتونن شخصی باشن مثل دانش. نیازها کلی هستن و جهان شمول هستن در حقیقت و چیزهایی هستن که هیچ ترجمه بیرونی هنوز فعلا پیدا نکردن. یه ذره که نیازها که خیلی گسترده هستن، فرهنگ و خصوصیت شخصی وقتی به نیازها شیک میدن تبدیل میشن به خواسته. یعنی چی؟ یعنی یک لول تعریف دقیق تری پیدا میکنن و یه مقدار دقیق تر میشه، چیزی که وجود داره از نیاز فراتر میره. و بعدش خواسته ها رو اگه بخوایم دوباره یه ذره محدودش کنیم و تعریفش رو دقیق تر کنیم، وارد تقاضا میشیم. در حقیقت تقاضا اون خواسته های انسانی هستن که با یک پشتوانه خریدی توجیه پیدا میکنن و در حقیقت هرچی از بالا به پایین میان واقعی تر میشه و به دنیای بیرون نزدیکتر میشه و ملموستر میشه. خب پس این تعریفی که توی درک بازار و نیازهای مشتری لازمه که ما با هم دیگه بدونیم. به استپ دوم میرسیم. موقعی که میخوام یک استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری طراحی بکنیم، چه اتفاقی باید بیفته؟ دو تا تعریف اینجا وجود داره. اولیش تقسیم بندی بازاره. بعد بتونیم بازار رو تقسیم بندی کنیم. تو جلسات بعدی میبینیم که با چه ابزارهایی میشه این کارو کرد و چگونه اصولا افرادی که توی تیم‌های بازاریابی مثلا توی شرکت‌ها دارن کار میکنن این کارو چطوری انجام میدن. بعد از اینکه بازار رو تقسیم بندی کردیم، لازم بدونیم که خب ما با این تقسیم بندی که تو بازار وجود داره با کدومشون کار داریم، که بهش میگن انتخاب بازار هدف. تقسیم بندی بازار سگمنتیشن هست اسم انگلیسیش، و انتخاب بازار هدف تارگتینگ. یعنی شما اول بازار رو سگمنت می‌کنید، تقسیم بندی می‌کنید و بعد می‌بینید که با کدومی که از اونها کار دارید. در حقیقت افرادی که از سرویس یا محصول شما استفاده میکنن کدومی که از دسته های بازارن. یه تعریفی هم هستش که حالا خیلی
اساسی نیست، مانیوره، ولی دوست داشتم که الان با ترمش آشنا بشین. اسمش دی مارکتینگ یا ضد بازاریابی. منظورش نیستش که بیایم کارهایی بکنیم برخلاف چیزهایی که توی بازاریابی انجام میشه. منظورش اینه که یک شرکتی با یه هدف خیلی خاصی بخواد بیاد و تقاضا رو کم بکنه توی بازار. چرا این کارو انجام میدن شرکت‌ها؟ دلیلش اینه که دلیل مختلفی داره. مثلا دلیلش اینه که یک محصولی دارن، مثلا یک شرکت خودروسازی فرض کنید، یک محصول جدیدی میخواد وارد بازار کنه. اتفاقی که میفته چیه؟ شروع میکنه محصولات قبلی که داره قطعات یدکیشون رو کمتر به بازار وارد میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میخواد تقاضا رو برای اون محصولی که حالا مدل قدیمی‌تری از ماشین بوده کم کنه و این تقاضا رو ببره به سمت یک محصول جدیدتر یا یک مدل جدیدتری از اون خودرو. این کار شرکت‌های مختلف هم انجام میدن. دلیلی که اینجا آوردم این بود که میخواستم یک ترم بازاریابی رو توی همین موقعی که داریم راجع به استراتژی بازاریابی صحبت میکنیم با هم دیگه معنیش رو دونسته باشیم. بعدش وقت این میرسه که طرح ارزش انتخاب کنیم. طرح ارزش کلن یک واژه کلیدی هست توی استراتژی بازاریابی. از چه جهت مهم میشه؟ از این جهت که شما همه کاری که توی بازاریابی انجام میدی طرح ارزش است. یعنی میان از شما فرض کنید که این سوال از شما بپرسن که شما برای چی باید محصولتون فروخته بشه، یا مشتری از شما بپرسه که من برای چی باید از سرویس شما استفاده کنم. اون وقت که شما باید در مورد ارزش خودتون، ارزش پیشنهادی یا طرح ارزشتون که بهش میگن value proposition صحبت کنید. یعنی مجموعی از مزیت‌ها و ارزش‌هایی که من برات در نظر گرفتم به عنوان شرکت و تو به علت اونها باید محصول یا خدمات من استفاده کنی، مجموعی از اینها هستش. کم تو که تعریفش اینجا می‌بینید، مجموعی از مزیت‌ها هستش که شرکت به مشتری وعده میده تا نیازهای رو برطرف کنه. یادتون باشه هنوز به محصول خدمات نرسیدیم. در حقیقت حرفیه که شرکت میزنه و میگه که قولیه که شرکت به مشتری میده که شما در صورت خریدن محصولات من به این ارزش‌ها می‌رسید. یه سری رویکرد توی بازاریابی هست، لازمه کم کم باش آشنا بشیم، در موردش هر کدوم توضیح بدیم و بدونیم چیا هستن. رویکرد اول رویکرد تولید و پروداکشن بهش میگن. توی این رویکرد خیلی نگاه به بازاریابی محدودی داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه محصولی داری که میدونی که توی بازار مشتریای زیادی داره. همونطور که تو تعریفش میبینید افرادی توی بازار وجود دارن و یا مصرف کننده هایی هستن که سرویس یا محصول شما رو به همون شکلی که وجود داره لازم داره بخرن. یه ذره بیشتر وارد دنیای بازار میشیم، یه ذره به سمت بازار نزدیکتر میشیم، به رویکرد محصول میرسیم. مشتری دوباره به محصول شما علاقه‌مندن، اون چیزی که وجود داره رو دوست دارن، اما نیاز هستش که شما کیفیت، بازه و خصوصیات اون محصول رو مد نظر قرار بدین و انرژی صرف کنید برای اینکه اون محصولی که دارین رو بهبود ببخشید. بقیه این دوتا چیه؟ تو اولی اون چیزی که وجود داره تو شرکت شما، محصولی که دارین همونطوری که هست بازار دوستش داره. ولی تو دومی نیاز هست که شما هی محصولتون رو بهبود بدین. دو تا مثال براتون بزنم در مورد اینا. تو اولیه در اوایل که صنعت خودروسازی خیلی ترندی شده بود، یک سری محصولاتی بودن مثلا توی شرکت فورد که واقعا نیاز به تغییر نداشتن و مشتری اونو همونطوری که بود دوست داشتن داشته باشن بدون تغییر. در مورد روی کرده محصول یا پروداکت، یه مثال خوبش مثلا آیفونه. شما آیفون دقت کنید، اتفاقی که میفته اینه که مشتری دوست دارن محصولات رو، آیفون رو، کسانی که ازش استفاده میکنن، اما شرکت تلاش میکنه واسه که از تکنولوژی عقب نمونه، بهبود مستمر رو توی روند این تولید محصولش قرار بده. دو تا تعریف دیگه هم هستن، رویکرد فروش و رویکرد بازاریابی. رویکرد فروش چه کاری انجام میده؟ یعنی چه جوری داره نگاه میکنه به دنیای کسب و کار؟ مصرف کننده موقعی محصول شما رو میخرن که شما به اندازه کافی انرژی گذاشته باشید. یعنی در زمینه معرفی و فروشش باید تلاش کنید. شاید دیده باشید خیلی محصولات هستن که زیاد تفاوتی نسبت به همدیگه ندارن و در اصطلاح بهشون کامودیتی گفته میشه. شما فرض کنید که میخواید برید یک محصول لبنیاتی بخرید، خیلی تفاوت فیچر یا چیز عجیب غریبی وجود نداره. اون شرکت های
توش موفق تر میشن که تو زمینه فروش و معرفی تلاش زیادی کرده باشن. رویکرد بازاریابی یه ذره برعکسه. اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که شما باید بتونید خیلی خوب نیازهای تو بازار رو شناسایی کنید. یعنی به جای که محصولتون رو هول بدید توی بازار، ببینید توی بازار داره چه اتفاقی میفته و شناخت نیازها و خواستهای بازار مهمترین هدف رویکرد بازاریابی هست. و دلیلش هم اینه که تنها چیزی که میخواد انجام بده اینه که مشتری بتونه رضایتمند نگه داره و نسبت به رقبا درک بهتری از بازار داشته باشه. نکته سوم اینه که یعنی یک رویکرد دیگه‌ای وجود داره در بازاریابی که حالا مثل اون چهار تا خیلی اصلی و فاندامنتال نیستن، بهش میگن رویکرد بازاریابی اجتماعی. که توی این رویکرد شما بجز از فضای شرکتتون یه زمینه بیرون‌تر، فقط خودتون، رقبا و مشتری رو نگاه نمی‌کنی، مصلحت‌های بلند مدت‌تر افراد دیگه مثل جامعه، مثل مصرف کننده ها و همه رو در نظر میگیری. یعنی نه تنها از دایره کسانی که توی شرکت سود میبرن خارج میشین، بلکه نگاهتون هم طولانی مدت تر به محصولات و به کلن به کسب و کار میشه. همونطور که میبینید مثلا شما مصلحت بلند مدت جامعه رو هم در نظر میگیرید. تو رویکردهای قبلی شاید اینطوری بهش نگاه نشه. اما دوتا رویکرد فروش و بازاریابی که رویکردهای خیلی بزرگ و اصلی هستن توی کسب و کارهای امروزه دنیا، چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ تفاوت اصلشون نوع نگاه کردن به کسب و کار هست. یعنی چی؟ یعنی شما توی رویکرد فروش کاری که میکنید یک نگاه درون به بیرون هست. یعنی شما از خودتون شروع میکنید، از داخل شرکت شروع میکنید، روی محصولتون تمرکز دارید و یک چیزی رو به بیرون منتقل میکنید. توی رویکرد بازاریابی متفاوت هست. یعنی شما از بیرون به درون شرکت نگاه میکنید. با هم دیگه نگاه کنیم نقطه شروعشون از کجاست. توی رویکرد فروش شما از کارخونه خودتون شروع میکنید، از شرکت خودتون شروع میکنید. اما توی رویکرد بازاریابی شما از بازار شروع میکنید. شروع به چی؟ شروع به فکر کردن، شروع به دیزاین کردن، شروع به تحلیل کردن. تمرکزتون کجاست؟ تو اولی روی محصولی که دارید. چرا؟ تو محصولی که دارید رو میخواید بهتر کنید و به بازار خودش بدید. ولی تو رویکرد بازاریابی شما روی نیازهای مشتری تمرکز می‌کنید. یعنی بیشتر از اینکه فکر کنی من چی دارم، به این فکر می‌کنی که چی لازمه داشته باشم یا مردم چی می‌خوان. ابزارهایی که هستش چه چیزهایی هستن؟ توی فروش شما از کمپین‌های تشویقی استفاده می‌کنید و ابزارهای فروش، تکنیک‌های فروش. اما توی مارکتینگ از ابزارهای مارکتینگ استفاده می‌کنیم که با هم دیگه می‌بینیم چیا هستن و چه جوری کار می‌کنن ابزارهای جامعه مارکتینگ. در نهایت چه اتفاقی می‌افته؟ در نهایت این اتفاق می‌افته شما توی رویکرد فروش هر چی بیشتر بفروشی پول بیشتری داری در میاری. اما توی رویکرد بازاریابی اتفاقی که می‌افته اینه که سود شما از رضایت مشتری حاصل میشه. در حقیقت این دوتا رو میشه یه جورای فلسفه هم در نظر گرفت. مثل چی؟ تو اولی فلسفه شما یک رابطه ترانزکشنال هست. یعنی چی؟ یعنی هر چی مشتری بیشتر از شما بخره شما خوشحال تر میشی. تو دومی یک فلسفه ریلیشنال وجود داره، یعنی شما به دنبال این هستی که یک رابطه خوبی با مشتری ایجاد کنی. واسه همین هم هست که این همه سختی به خودت میدی. اتفاقی که میفته و نکته اینه که هیچ کدومشون نسبت به همدیگه شاید مزیت یا عیبی نداشته باشن. مهم اینه که شما بدونی خودت کجا وجود داری. شاید دیده باشین مثلا شما، من مثال بزنم، تو صنعت بانک اتفاقی که داره میفته، یک زمانی خیلی صنعت بانک رو مدل سلین نگاه میکنن، یعنی نگاه میکنن که چه چیزهایی، چه محصولاتی دارن و همون رو در اختیار مشتری قرار میدن. فقط میمونن با تبلیغ بیشتر، ابزارهای فروش بیشتر اون محصول هی توی بازار هول میدادن. اتفاقی که امروز داره تو صنعت بانک توی ایران میفته روش دومه. یعنی دارن میبینن چه نیازهایی توی بازار وجود داره، با محصولات متنوع، با خدمات مختلف میان اون نیازهای مشتری رو پاسخ بدن. چرا؟ چون دوست دارن که از رضایت مشتری کسب سود بکنن. میرسیم به مرحله سوم، آماده کردن طرح و برنامه بازاریابی. یک مفهوم مهمی وجود داره که توی شروع بحثمون الان من راجعش توضیح میدم و میبینید که چقدر ما باهاش درگیر خواهیم بود. بهش میگن آمیخته بازاریابی یا مارکتینگ میکس. شما توی مارکتینگ چهار تا ابزار داری که همیشه با استفاده از این چهار تا ابزار میایین و
تمام برنامه‌های بازاریابی خودتون رو با هم دیگه تنظیم می‌کنید که به اصطلاح بهش 4P هم گفته میشه. یه سری تحقیقات انجام شده، اینا خیلی تغییر کردن، زیادتر شدن، کمتر شدن، مدل‌های مختلف بهش توی ادبیات مارکتینگ نگاه شده، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعاً این 4 تا المان‌هایی هستن که شما تو دستتون دارین و با استفاده از اونها میتونید ارزش برای مشتری خلق کنید. Product, Price, Promotion و Place. اما اینها یعنی چی؟ یک محصولی دارین تشکیل شده از یک سری اتریبیوت ها و مشخصات مخصوص به خودش. اون محصول یک قیمتی داره، میتونه کم باشه، میتونه زیاد باشه. یک سری کمپین های تشویقی در نظر میگیرید، یعنی که چجوری بخواید اون محصول رو معرفی کنید به مشتریانتون. و در نهایت هم پلیس هست، تعریف مختلفی داره، اینکه چجوری اینها رو توضیح میکنید، در چه محل مثلا لوکالی اونها رو برای فروش عرضه میکنید. اما این 4 تا چرا در کنار هم قرار گرفتن؟ نکته مهمی که وجود داره در مورد اینها این هستش که شما آمیخته بازاریابیتون باید با همدیگه تناسب داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک محصولی دارید که خیلی محصول با کیفیتی هست، باید از لحاظ قیمتی با اون کیفیت تناسب داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر محصولات بی کیفیتی تو بازار وجود دارن با قیمتهایی و محصولشون با کیفیت تر از اونهاست، شما میتونید قیمتهای بالاتری براش ست کنید. تشویقاتی که در نظر گرفته میشه و مدل‌هایی که بازاریابی می‌کنید باید با اونها تناسب داشته باشه. و در نهایت نوع توزیعتون و نوع محلی که دارید در اون کسب و کار می‌کنید، بسته میگم به صنعت‌های مختلف، باید با اونها دوباره تناسب داشته باشه. در حقیقت این 4 تا پی مثل 4 تا پای میمونن که یک ماشین رو داره حرکت میده و هر کدومش با هم دیگه تناسب نداشته باشه، شما آمیخته بازاریابی مناسبی ندارید. مثال براتون بزنم، شما یک محصولی دارین که یک غذای خیلی خوبه و کیفیت خیلی خوبی داره، قیمت خیلی بالایی هم دارین، یعنی به نسبت رستوران های دیگه که تو شهر وجود داره شما قیمت بالاتری رو میگیرین. نوع کارهای تشویقی هم که انجام میدید مرتبط با همون هاست، جایی که تبلیغ میکنید، مدل های تخفیف هایی که ارائه میدید به مشتری، خیلی مدل های هستش که با این دو تا المان تناسب داره. چون نمیتونید یه همچین رستورانی با همچین محصول، همچین قیمت و همچین تشویقی توی یک مکانی دایر کنید که انتظار نمیره، مشتری انتظار نداره شما اونجا باشه. پس یه جورایی هم در عمل هم همخونی داره، یعنی وقتی شما نگاه میکنید به کسب و کارهای مختلف همشون میبینید که تناسب بین اینا وجود داره. موقعی که محصول ارزونی دارید و کیفیت خیلی زیادی نداره، در حقیقت میتونید قیمت ارزونی داشته باشید، میتونید تخفیفی یا برنامه بازاریابی خیلی سنگین نداشته باشه و نیاز به توزیع یا محل فیزیکی خیلی عجیب غریبی هم نداره. ترم بعدی که در موردش می‌خواستم صحبت کنیم کلمه CRM هست، مدیریت رابطه با مشتری، Customer Relationship Management. تعریفش یه بار با هم دیگه بخونیم. فرآیند سراسری ایجاد و حفظ رابطه سودمند با مشتری از طریق ارائه ارزش‌های برتر و جلب رضایت اون. این تعریف یه نکته داره. نکته اول، فرآیند سراسری یعنی چی؟ یعنی شما تو تمام جاهایی که با یک مشتری در تماس هستین و در حقیقت که تو مارکتینگ بهش تاچ پوینت گفته میشه، در تمام تاچ پوینتاتون لازمه که شما این تفکر حفظ رابطه سودمند با مشتری و مدیریت رابطه مشتری رو حفظ کنید. یعنی چی؟ یعنی که نمیتونید در یک سری جاها کارو انجام بدین، رابطه خوبی داشته باشین و در یک سری جای دیگه مثلا مشتری دمیج کنین. مثال بزنم براتون، شما یک سرویس خیلی خوبی دارین ارائه میدین، همه چی خوبه، اتفاقات خوبی میفته تو سایتتون، همه چی مثلا خوبه، ولی فرض کنید که مشتری تماس میگیره برای یک خدمات پس از فروشی و خیلی برخورد بدی باهاش میشه. اتفاقی که میفته اینه که شما CRM رو دارید درست انجام نمیدید. چرا؟ چون اینو به صورت یک فرآیند سراسری نگاه نکردید. نکته دیگه‌ای که تو این تعریف وجود داره، شما ایجاد میکنید رابطه و حفظش میکنید. یعنی نه تنها باید شروع کننده یک رابطه سودمند با مشتری باشی، نکته دوم اینه که باید بتونید رابطه رو در طولانی مدت هم حفظ کنید. نکته بعدی،
رابطه گیرایی باید یک رابطه سودمند باشه، هم برای شما و هم برای مشتری، چون در هر رابطه اگه این اتفاق نیفته اون رابطه کسب و کاری از بین خواهد رفت. و آخری هم اینه که شما ارائه میدید ارزش‌های برتر رو و جلب رضایت مشتری رو میتونید داشته باشید. خب پس تعریفی که با هم دیگه دیدیم یه بار دیگه بخونیم. یک پروسس هست، پروسسی هست که در تمام شرکت باید انجام شه. شما شروعش میکنید و سعی میکنید حفظش کنید. اون رابطه برای شما و مشتری باید سودمند باشه و این کار رو از طریق دلیور کردن ولیو به مشتری انجام میدید. دو تا تعریف هست اینجا که دوباره توی خود مفهوم رابطه با مشتری لازمه که با هم دیگه بدونیم. اولیش پیش میگن ارزش درک شده یا perceived value. چی هست؟ اینه که وقتی شما ارزشی که دارید، اون value propositionی که دارید و ارزش پیشنهاد خودتون رو به مشتری شروع میکنید گفتن که من این کارو برای تو میکنم و به این دلیل بیا محصول منو بخر، مشتری یه چیزی تو ذهنش هست، میگه که چقدر هزینه میکنم و چی میگیرم، چه مزیتی میگیرم. شما هر چیزی که میخواید خرید کنید این شکلی خرید میکنید، میگید اوکی اینقدر پول پرداخت میکنم بابتش و چیزی که در قبال این پول دریافت میکنم این هست. و همیشه با خودتون یه اصطلاحی دارید، میگید میارزه. یعنی چی؟ یعنی بابت اون هزینه ها خوشحال میشم که این سرویس یا خدمات رو و این مزیت ها رو دریافت کنم. این میشه تیکه اولش، یعنی چیزی که مشتری از شما انتظار داره. بعد از اینکه خرید انجام میشه، حالا مشتری با واقعیت روبرو میشه، میفهمه آیا اون پولی که پرداخت کرده بابت اون خدمات یا محصولی که گرفته ارزشش رو داشته یا نه. و اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که ترم کاستومر ساتیسفکشن، یعنی میزان چیزی که تو ذهنش بوده با واقعیت چقدر، با انتظاراتش چقدر تطابق داشته. پس اولی پرسید ولیو قبل از خرید مشتری تو ذهنشه، و دومی رضایتمندی مشتریه، یعنی اتفاقی که بعد از خرید اتفاق میفته. یک سری ترند های تو دنیا وجود دارن که در حال تغییر هستن و نکات خیلی مهمی هم هستن. خواستم اینا رو با همدیگه نگاه بکنیم و صحبت بکنیم در موردش. ترند اول اینه که برقراری ارتباط با مشتریانی که با دقت بیشتر انتخاب شدن. تعریف ببینید، ارتباط با مشتریان کمتر و رابطه سودمندتر. بعد از مطالعاتی تو بازاریابی و تحقیقاتی که در مورد مشتری‌ها انجام شده، شرکت ها به این نتیجه رسیدن که شما لازم نیست با همه رابطه خوبی داشته باشید. یعنی یک قانونی وجود داره به اسم 20-80، 80 درصد درآمد شما از 20 درصد مشتریان شما میاد. شما کافیه با اون افرادی که خیلی ارزشمندن برای شما ارتباط خوبی برقرار کنید، به جای که روی همه انرژی بذارید و منابع خودتون رو روی تعداد زیادی مشتری صرف کنید، بهتره شناسایی کنید مشتریانی که مناسب هستن براتون و با تمرکز به روی اونها ارزش آفرینی کنید براشون. یه ترند دیگه که در دنیا در حال اتفاقه، ارتباط بلند مدت تره. یعنی چی؟ همینطور که بیزنس ها جلو میرن، میبینیم که خیلی تمایل دارن کسب و کارا به اینکه ارتباطاتشون با مشتری طولانی مدت تر بشه. حفظ مشتری فعلی و ایجاد رابطه سودمند و طولانی با آنها. تا از دوباره سه تحقیقات انجام داده شده توی شرکت‌های مختلف و به این نتیجه رسیدن که یک چیزی بین 5 تا 10 برابر هزینه گرفتن مشتری جدید بیشتره از اینکه شما مشتری خودتون رو نگه دارید. یعنی وقتی شما شروع می‌کنید رابطه سودمند و یک رابطه طولانی مدت و مناسب رو با مشتری برقرار کردن، اتفاقی که می‌افته اینه که شاید کمتر نیاز داشته باشید به اینکه هی جذب مشتری جدید بکنید که 5 تا 10 برابر گرونتر از نگه داشتن مشتریان فعلیتون هست. پس اتفاق دیگه اینه که تمرکز میکنن روی ارتباط بلند مدت تر. و نکته آخرم اینه که واسطه ها رو سعی کردن شرکت ها توی میون حذف کنن، ارتباط مستقیم داشته باشن با مشتریانشون. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دلیل مختلفی داره. اولین دلیل اینه که ممکنه مشتری شما رو نشناسه، یعنی افرادی در این وسط وجود دارن، واسطه هایی وجود دارن که اونجوری که شما میخواید با مشتری رفتار نمیکنن، اون ارزش هایی که شما دوست دارید رو به مشتری منتقل نمیکنن. پس بهتره که شما خودتون مستقیما با مشتری در تماس باشید. نکته بعدیش اینه که فیدبک های خیلی مناسبی ممکن از
مشتریان شما بتونید به صورت مستقیم دریافت کنید. وقتی که واسطه وجود داشته باشه نویز وارد این ارتباط میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی تعداد واسطه ها زیاد میشه عموما اون اخبار و اطلاعاتی که توی کف بازار وجود داره تا به دست شما برسه 3-4 مرتبه دچار تغییر میشه و شما فیدبک درستی توسط بازار نخواهید گرفت، در حالی که ارتباط مستقیم داشتن با بازار باعث میشه که شما یک، حالا به قول خارجی ها و بیزینسمن ها، یک ریل تاچی نسبت به بازار داشته باشید تا متوجه بشید که واقعا توی بازار داره چه اتفاقی میفته و سلایق مشتریان به چه شکل هست.